سلام رفقا من دانیال سعادتی هستم اینجا پی پادکست امروز یک کیک آرتیست حرفه‌ای ملینا مهمون برناممه ملینا چطوری ممنونم مرسی خوبی منم خوبم هم. همه چی خوبه خوش میگذره کارو چطوره خدا رو پیش خودشتر. میره خودشتر. کار هست دیگه جدی خودشتر. آره تو که ماشاءالله همیشه فعال اول از همه مرسی <تصفح> که اومدی مرسی دعوتمو قبول مرسی. کردیم واسه افتخار برام که امروز اینجاییم مطمئنم میتونی خیلی حرفای خوبی بزنی چون از چند سال پیش که من میبینم تو ماشاءالله هر ماه یه حرکت جدیدی نسبت به قبل زدی و همش رو به پیشرفتی واقعا حالا دوستم اول از خودت شروع کنیم یه بیوگرافی از خودت این که چند سالته چند تا خواهر برادر داری تو چه سب خانواده بزرگ شدی مثلا چیکار داری میکنی من ملینا هستم ملینا مرادزاده 29 سالمه و اینکه یه خواهر دوقلو دارم یعنی با خودم و دو تا داداش دارم و خودم بعد شبیه بس دارم. همین دوقلو میگن هم... اینجوری یعنی میگن اشتباه هم میگیرن حتی ولی خب از نظر اوکی. آره اوکی. از نظر خودمون دیگه نه ولی خب خیلی هم میگن آره هستی. <تصفح> چون همسان بودیم آها همسان آه بودیم آره بر هم و دو تا برادر دارم از خودم بزرگترن و اینکه توی خانواده متوسط بزرگ شدن ولی خب مادرم مدیر مدرسه پدرم خب الان بازنشسته شدن جفتشون ولی پدرم شغلشون آزاد بود خوب بودن یعنی کلا خیلی حمایتگر با... بودن خ... آها همون با خانواده چه جوری رابطه الان مثلا نسبت به کاری که میکنی نسبت به شرایطه چه جوری خیلی ساپورت میکنن مخصوصا مامانم کلا چون خودشون هم شاغل بودن خیلی روحیه حمایتی داشتن که همه نظر از نظر عاطفی از نظر هر چیزی ها مالی هر چیزی خدایی واقعا کم نذاشتن و کلا اینجوری بودن که میگفتن که کار کن آره چشکالی داره مثلا دست تو به خودت باشه مثلا خودش من یادمه که سنمون که کم بود مثلا فکر کنم از البته بگم از 7 سالگی ما تو سالن آرایشگاه بزرگ شدیم چون خالمی آرایشگاه داشت ما توی سالنشون مثلا مدرسه که برمیگشتیم یا همون تایم تابستونایی که اینا بود ما کلا تو سالن بودیم من و ملیکا عاشق آرایشگری و کارهای آرایشی هم دختر بچه دوست خیلی دوست داشتیم بعد این بود که اصلا تو محیطش بودیم و اصلا رفتیم سمت و سوی اون آرایشگاه و کارهای آرایشی و اینا دیگه جوری شد که ما وقتی مثلا مدرسه که میرفتیم سنمون مثلا فکر کنم دبیرستان یا حتی راهنمایی هم که بودیم دوست داشتیم که بریم به صورت آموزشی یاد بگیریم یعنی مثلا بریم درسش رو بخونیم مدرکش رو بگیریم همین کار زیبای زیبایی و آرایش این مدرکش رو بگیریم مدرسه رو میپیچون جدی میگی میرفتیم کلاس های اونا شرکت میکردیم و در این حد بچه عجیب که الان ولی اصلا یه کار دیگه ای داریم آره از کلا تغییر کرد ولی خب اون موقع خیلی دوست داشتیم خیلی هم من هم ملیکا واقعا جزء کار مورد علاقه هم چون از هم ازش یعنی کاری بود که دوست داشتیم هم ازش پول در می آوردیم تو سنده کم بچه ها کوچیکم تون فضا بزرگ شده بودیم خیلی حرفه ای تر الان ملیکا چی کار میکنه؟ ملیکا الان همون کار ناخون رو به صورت حرفه ای خیلی میره ولی خیلی کم گذاشته که انار الان زندگیش رو تغییر کرده ولی آره اون ملیکا مون تو اون فضا ولی تو نه یه دفعه من تغییر آره تو اصلا قبل از این که کار دیزاین کیک میگم دیزاین درست میگم آره قبل از اینکه کار دیزاین کیک بکنی اصلا چی کار میکردی ملینا قدیم من گفتم همون جوری که از بچگی بزرگ شدیم توی اون محیط کم کم ناخواسته علاقه من شدم حالا خواسته یا ناخواستهش رو نمیدونم ولی علاقه من شده بودم به اون کار و خب جوری شده بود که دوست داشتم یاد بگیرم و م... یعنی ازش منبع درآمد باشه یه جوری ازش پول در بیارم این شد که من فکر کنم دیگه رو که گرفتم توی سالونی خودم صندلی اجاره کردم یعنی مشتری فقط واسه من میومد میدونی چی میگم اینجوری نبود که برم چرا قبلش گذرونده بودم اون تایمایی که بردست با این آره. ها رو یاد بگیری آره. یا خیلی وقت پیش گذشته بود ولی دیگه اون تایمی که من دیپلوم دان... رو گرفتم که میخواستم برم دانشگاه دانشگاه نرفتم به خاطر اینکه دی دیر رفتم نه که آره. نرفتم دی رفتم به خاطر اینکه اصلا درس رو خیلی دوست نداشتم آره. <laughs> اصلا دوست نداشتم و اصلا خب اون موقع میگفتم که من دوست دارم برم تو دبیرستان فنی حرفه ای یا مثلا هنرستان اینا رو دوست دارم بخونم ولی مامانم همشون گفتش که نه دختری معلم توختنی مامانم اول معلم برنامه بشن نه دکتر و خب خیلی چیز نبود اوکی نبود که بگی که بری آره حتما باید یا تجربی یا ریاضی یا ریاضی فیزیک مثلا از خانواده‌های ایرانی عاشق این آره. دو تا من متنفر بودم از ریاضی آره فیزی. منم متنفر. آره. بعد این بعد هنرستانی آرام همیشه به چشم بچه تنبل و درس نخون و... و آره مثلا ادمو بد نگاه میکرد. در صورتی که من واقعا دوست داشتم کارهای هنری و اینا رو خیلی هم من هم الیکس اصلا استعداد داشتم استعدادم تو اون بود آه. و این شد که نا... مثلا به اجبار به اصطلاح رفتیم هنرستان تحریصن... رفتیم به مخشن. تجربی خوندیم که فقط خوندیم آره <applause> که <applause> <applause> فقط خونده باشیم <applause> خوندی. دیپلم تجربی داشته باشیم بعدش که میگم نخواستم برم دانشگاه چون واقعا علاقه داشتم به کاری که داشتم میکردم یعنی آموزش همون که دیده بودم توی رنگومش و لاین مو تخصصی هر چیزی مربوط بهش که بود یاد گرفته بودم کراتین بود هر چیزی که مربوط بهش بود و خودم توی سالن صندلی اجاره کردم و خب درآمد داشتم خیلی هم اعتماد من است داشتم نسبت مثلا 17 سالم بود خیلی کیف می کردم چون که میگم مشتری را مینداختم دیگه یعنی واقعا اون پولی که ازش می اومد و اینا خیلی به خیلی کیف <applause> تو سن کم و اینکه این شد که من دیرتر رفتم دانشگاه ولی خب وقتی هم که رفتم دانشگاه انتخاب خوبی که کردم این بود که طراحی صنعتی انتخاب کردم این رشته بود که واقعا هیچ ربطی به اون چیزایی که حالا داشت توش مثلا هم ای از این چیزایی که دوست نداشتم درسایی که دوست نداشتم و اینا ولی خب بیشتر درسای هنری تاریخ مثلا هنری و اینا خیلی هم جذاب بود یا کارهای هنری که میکردیم کارهای عملی که می‌کردیم همش تو کارگاه بودیم چیزای خفن خلق میکردیم ایده مثلا ناب می‌دادیم آره طراحی می‌کردیم با دست اینا خیلی واسم شیرین بود خیلی بعد تو نه. اون موقع خودت انتخاب کردی که بری طراحی صنعتی یا افتادی کرد. تو این مسیر نه خودم انتخاب کردم پس آره. انتخاب هوشمندانه آره. کردی اون تایمو چون خیلی طراحی صنعتی هم رشته خوبیه یعنی من کلی آدم های موفق تو اصلا چیزای تو شغلای مختلفو که میبینم همه طراحی صنعتی خوندن یعنی فکر کنم طراحی صنعتی یه بیس خوبی ازشونو میسازه قشنگ بعد حالا میتونم برن تو چیزای مختلف ازش استفاده کنم من الان میگم که اگر برمیگشت بازم همون انتخابو میکردم و خیلی محکمتر یعنی <applause> خیلی چیزا رو مثلا اگر که اون موقع مثلا میگفتم ول کن نمیخواد مثلا اهمیت نمیدادم به یه سری از درس ها، یه سری از واحد ها مثلا شل میگرفتم خیلی جدی تر گوش میدادم یا مثلا انجامشون میدادم بهشون فکر میکردم میدونی خیلی هاشون مثلا همینجوری <applause> کمه آره پاس بشه آره. و بگذره و اینا ولی واقعا خیلی هم عزیز این رشته. آره واقعاً رشته خفنیه. خب برفتید هر صنعتی خوندی و چی شد که افتادی میخوام یعنی دوستان بدم که آره. چی شد اومدی به سمت دیزاین کیک؟ آره, آره. ببین من وقتی که کار یعنی تو سالن که بودم کار حالا مشتری رو را مینداختم کل تایمم گرفته شده بود یعنی کلا کار میکردم دیگه تونسن صبح میرفت البته اون تایمی که دیگه خودم صندلی اجاره کرده بودم تایمم دست خودم بود یعنی مثلا مشتری میدونستم که مثلا الان ساعت دو دو تا مشتری دارم یه تا مشتری دارم طبق اون تایما میرفتم اینجوری نبود که مثلا از صبح برم تا شب یه تایمایش دیگه جوری شده بود که خودم بر خودم تایم میدادم این آره. تایم برام تو سالن نباشم و دیگه گذشت و من با همسرم آشنا شدم یعنی تو همون سالن که بودیم یکم که حالا گذشت من با همسرم آشنا شدم و همسرم فوق لیسانس نفت داشتن اون موقع و به من گفتش که من دوست دارم که خب تو چرا درس تو چه مثلا مشکلی بود که درس نخوندی خب, علاقه نداشتم خب یه رشته میخوندی که مثلا نسبت به علاقت باشه انتخابش که میکنی منم گفتم که خب اوکی حالا شرایطش پیش نمیاد ولی خب خیلی دوست دارم و اینا دیگه اون شد که یه جرقه ای چه میدونن تلنگری به من خورد خب که گفتم خب که اوکی من برم درسام بخونم دیگه حالا همچنان کارم که خواستم بکنم میکنم ولی دیگه اون صندلی رو دادم اومدم بیرون فقط مشتری خاص خودم رو میگرفتم یعنی مثلا می اومدن خونه اینجوری نبود که بخوام باز برم توی سالن کار کنم مشتری خاص خودم بودن می اومدن خونه ولی تایممو گشتم برم دو دانشگاه یعنی از صبح تا شب که دانشگاه میرفتم تک و توک مشتریامم را مینداختم بعد این وسط ها اینجوری بود که مامان من این تیپی بودن که ما رو می بردن می آبردن. یعنی مثلا اینجوری نبود من خودم برم خودم انجام بدم کاری رو این اولش بگم اینو مطمئنا چون میدونم میخوای بپرسی اعتماد به نفس این که من تا یه بانک برم و نداشتم جدی خودت نداشتی اینو؟ نداشتم چون که نمیذاشت یعنی نمیذاشت که میگفتش خودم میبرم خودم میارم یعنی تو دانشگاه اینارم با همه رو مادرت میرفتی چه خیلی جاله و خب میگفتش که نگرانه خب واقعا هم الان که به این سن رسیدم که شاید حالا شاید یه روزی خودم مادر بشم یه کوچولو درکش میکنم نگرانی شو. ولی خب اگر خودم باشم هیچ وقت مثلا این اعتماد به نفسه که میتونم به بچه بدم که بره تو جامعه راشو پیدا کنه و اینا رو ازش نمیگیرم من اینجوری نبودم درست کار میکردم دستم تو جیب خودم بود ولی واسه کوچکترین کارا اینکه مثلا بخوام برم یه حساب بانکی باز کنم یا مثلا یه کاری و مثلا اداری برم و اینا اعتماد به نفسش رو نداشتم و واقعا یادمه تو دبیرستان که بودیم من آرزو به دلم بود که یه <تصفح> روز با بچه ها دوتایی مثلا با من مثلا من و ملیکا و بچه های مدرسه دوتایی مثلا پیاده بریم خونه اصلا این, 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 رو نداشتم آره. خیلی تو این چیزا مامانم حواسش بود و واقعا خیلی نگران بود, خیلی نگران بود. با اینکه خودشون شاغل بودن ولی کلا خیلی حواسش بود که این کار بکنه این این و نفس رو اینجا نداشتم میخوام بعدا که رسیدیم به قسمت آره. مهاجرت بهت بگم و این شد که من از کار اومدم بیرون از کار لاین آریش اومدم بیرون رفتم برای دانشگاه و درس و اینا و درس هم ادامه دادم دیگه درس هم ادامه دادم حالا برای سوال کیک گفت آره چی شد خیلی جالبه واسم تو که داشتی یه کارهای دیگه میکردی رشته تام یه چیزی یهو حسن... آره ببین من همین استاد تغییر مسیری <laughs> آره واقعا ببین من همین دانشگاه رو که میرفتم مشتریامم که بودن مثلا اون مشتری خواستم تکوتو خودشون می اومدن چون فقط با من میخواستن کارشون رو انجام بدم می کارشون رو من انجام میدادم یعنی اینا بود در کنارش این مسیر دانشگاهی که می رفتم یه روز بود ساعت جمعه بود ساعت هفت و هشت صبح بود یادم نمیاد دقیقا ولی تلفنمو زنگ خورد بعد خالم زنگ زد گفتش که من یه کلاسی ثبت نام کردم ولی یادم نبوده که تاریخش مثلا امروز بوده و من اصلا الان نیستم خارج از شهرم به خاطر اینکه کلاس سوخت نشه شما برو سر کلاس گفتم که چه کلاسی و اینا بهش کلاس گفتم بیخیال عمران عمرن اصلا نمیرم کلاس کیک بود و من واقعا موقع اصلا کیک درست کردم بدم میومد اصلا خیلی واسم جذاب نبود و یعنی خیلی اتفاقی شد میدونی اینجوری نبود که باز بخوام بگم, بگم که آره من خودم انتخاب کردم که رفتم این کارو بکنم آلی. بعد تو رفتی به خاطر خاله رفتم دیگه رفتم روز اول دو روزم بود روز اول خیلی کسل کننده و مثلا خیلی معمولی گذشت واقعا اصلا جذاب نبود اون کلاس یعنی اون قسمت اولش بود چون یه گاردی داشتم آلی. بعد روز دوم که رفت گذشت رفت توی قسمت حالا مثلا یه تاپری درست کنی و یه کار دستی انجام بدی و عروسکی بزرگ کنی بذاری روش و اینا که هم جذاب اومد میدونی این که یه یه سیزی آدم خودش درست کنه روش انجام بده یه حس قشنگی داره نسبت بهش بعد برداری بیاری بقیه ببینم بگم وای به به چه اینا خیلی حس خوب به هم داد و این شد که خب من گفتم من اینو یاد گرفتم دیگه واسه جالب بود که انجامش بدم یعنی مناسبت هایی که میشد تولد ماام بزرگم تولد داداشم تولد هر کسی که بود میگفتم کیک نگیرید خودم درست جدی همیشه می کیکشون دیگه آماده است کیک تا یه حدی بود تا یه زمانی این بود بعدش باید میگفتن که خب وقت بگیر دقیقه از یه وقت بگیر و این شد که من کیک هم اونجوری یاد گرفتم یعنی میگین اون تایم آزاده بود نه. یعنی اونجوری نبود که کل. اگه مطمئن قطعا فقط تمرکزم رو آیشگاه بود تو سالن بودم و اینا هیچ وقت نمیرفتم تو اون مسیح ادامهش فقط خواهد کلاسه رو میرفتم که فقط بگذره اون چیزی که به من گفته بود برو با... چه مرامی ولی گذاشتی واسه آره. خاله تو من باشم هفته روز آره. تحتیلی آره ولی چقدر به به آره واقعا باعث شد که من بخوام این کار رو بعد تو روز دوم رفتی دیگه یه یواش خوشت اومد از اون سیستمی که بودش آره, آره، بعد شبه. از اون ادامه دادی یا اینکه آره دیگه از اونجا که اومدم بیرون دیدم که مثلا چقدر کار بالی آدم خوب واسه خودش درست کنه حس خوب میگیره و واسه یه دقیقا فکر کنم شب چله من تازه عروس بودم اون موقع شب چله خودم چیز کردم که که مراسم خودم و خودم درست کردم و اشتباه هم نیست بعد خانه شوهر اومده بودم گفتم وای خیلی واسم این جزا آره دقیقا میگن از میگن از هر انگشتش یه هنر میریزه شما بودی واقعا اون عروس بعضی چیز بودش که که یعنی همون تمه مثلا شب یلدایی و اینا بود شب یلدایی بود آره شب بود خیلی خوشگل بود ولی خب اون موقع کوچولو کارام خیلی آره دیگه تازه, تازه شروع کرده بود بودی آره طبیعیه آره ولی خب میگم علاقه من شدم استارت علاقه مندی اونجا بود که دیدم خب خیلی تعریف میکنم میگم وای استعدادشو رو داری خیلی مثلا خوبه فلان دیدم که خب چرا که نه مثلا خودم هم خوش خود هم, خود هم, خود هم اومده به ادامه بدم دیگه این شد که وارد این کار کیک شدم ملینا میخواستم اصلا راجع موضوع دیگه با صحبت کنم ولی چون دختری هستی یعنی من نمیدونستم تو انقدر از سن کم شروع کردی کار کردن و اصلا بهت نمیخوره دختری باشی که انقدر روحیات اینجوری باشه میدونی جنگنده باشه و بخواد کار کنه و بخواد مستقل باشه گفتم بیا راجع این موضوع صحبت بکنیم که اول این استقلاله و این کار کردن روی تو به عنوان یه خانوم چه تأثیرهایی داشت یعنی توی زندگیت و اینکه اصلا یه خانوم عزت نفسش رو به نظر چجوری میتونه ببره بالا ببین به نظر من کلا من به همه میگم یعنی به دوستام به به همه دیگه حالا نمیگم به کیا ولی به اون آدمای نزدیک دور برم هم خیلی میگم که چه داره هر جوری که میتونی خودت کار کنی هر جوری که میتونی حتی تو خونه آشپزی کن مثلا خوشگلش کن اون مثلا حالا هر چیزی که بلدی رو خوشگلش کن این ترتیب بفروش هشکلی داره بعدا اقعب بزرگش میکنی که خودت میمونی یعنی به نظر من واسه کسی که الان توی این زمونه توی این تایم دستش تو جیبش نیست بدترین چیز اینه که اصلا کنترل زندگیش دستش نیست به نظر من من نظر من اگر میخوای کنترل زندگی دستت باشه اگر میخوای اون قدرت رو داشته باشی که بتونی واسه زندگیت بجنگی حتما باید دستت تو جیب خودت باشه حالا به هر طریقی به نظر من اون اعتماد به نفس و اون عزت نفس و یه خانوم با کار کردن با اینکه دستش تو جیب خودش باشه با اینکه خودش حالا درآمد خودش رو داشته باشه چه کم چه زیاد فرقی نداره از اون میگیره دقیقا چون کار کردن اصلا حالا جدا از اینکه پوله که میاد به آدم اعتماد به نفس میده یه قدرتی میده اینکه تو میبینی داری یه یک... مفید بودم دقیقا دقیقا, دقیقا همین خواستم بگم که احساس مفید بودن میکنی که تو داری یه چیزی رو خلق میکنی دقیقا. تو داری آثار حالا هنری تو کار تو میگم هنری رو داری خلق میکنی اون اصلا همون ساختش به تو یه حس خوبی میده اعتماد به نفس میده عزت نفس تو میاره بالا و تو که مثلا تو انقدر زود شروع کردی کار کردن که فکر کنم نتونستی اون گپ رو حس کنی که کار نکردن چه حسی میتونه داشته باشه ولی کلا به نظر تو چه تاثیراتی تو زندگی خودت گذاشته ببین چون کسی جوی... که میدونی کار نکرده مثلا تا 25 سالگی کار نکرده بعدش کار کرده شاید بیشتر بتونه حس کنه ولی تو خیلی باحاله که از سن کم شروع کردی کار کردن ولی یه تایمایی هم بوده که خب مجبور بودم مثلا کار نکنم آره آره. حالا درس و کنم بوده شرایط حالا مهاجرت بوده اون اوایل مهاجرت احساس نمیدونم خیلی احساس مزخرفیه احساس به درد نخور بودن من دارم اگر که کار نکنی زمانی که واقعا یه وقتایی هستش که خب حالا یه سری شرایطی هستش که مربوط حالا مثلا اگه شرایط ایران باشه یا هر چیزی که باشه وقتی که سفارش نیست وقتی که حالا مثلا مشتری نیست و اینا من اون تایم همش میگم که چیکار کنم الان من واقعا دارم کلافه میشم بهم فشار میاد احساس همون غیر مفید بودن اه دقیقاً. <تصفح> <دومان> آره دقیقاً <تصفح> 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 بودم خیلی احساس بدی دارم دلنبن. بخاطر همین نمیدونم دیگه سوالت چی بود همیدونم. آره و خیلی مهمه که حالا خانومایی که حتی توی زندگی مشترکم هستن مم. اوکی کار کنن حالا هر چقدر ساپورت دارن اوکی ولی خودشون هم میتونن واسه خودشون یه چیزی باز بسازن در کنارش میدونی اون حس خوبه رو تو خودشون ایجاد بکنن دیگه یه وقتایی مثلا برای کارم اینجوری هم که میگم اصلا دوست دارم که یه سری کارا رو انجام بدم یعنی در مورد کار دیزاین کیک هر دیزاینی یه سری کار خاص رو. دوست دارم که انجام بدم که حرفی برای گفتن داشته باشم بعد از درست هم اینجوری بگم ولی این یه وقتی به این فکر میکنم که اگر مردم یه سری کارا رو مثلا یکی ببینه بگه که اه این کارا رو میزده قدیم یه چیزی واسه موندنم باشه یه سری کارایی واسه بعدا واسه یکی بشه یه نمونه بیاد ازش می میدونی دوست هم ازش یاد بگیره یکی یکی ازش مثلا با یه صدای قشنگی میشه تو ذهن آدم بمونه مثلا یه خواننده خوبی هستش که وقتی صداشو گوش میدی میگی که بیچاره حیف شد مرد میدونی آره، اینو نمیگم مثلاً بگی حیف شد ولی دوست دارم که وقتی بمونه. وقتی مردی نری کلا دیگه کلا فراموش نشی من همیشه یه جایی ذهنم به این فکر میکنم که دلم میخواد یه روزی انقدر دیده بشم تو کارم که اگر که یه روزی نبودم اون کارام بمونه و وقتی کارامو ببینم بگن چقدر خوب بوده کاراش مثلا چقدر از این کارش برداریم از این کارش نم. الهام بگیریم میدونی اینو من خودم دوست دارم همیشه بهش فکر میکنم واسه کارم و باعث میشه که بخوام ادامه بدم Uh, یعنی فقط تو جهت این نیستش که بگم پول در بیارم که آدم مفیدی باشم به اینم فکر میکنم من فکر کنم که این یعنی با این روشی که داری میری جلو همینم هم بشه به خاطر اینکه یعنی تو فکر کنم با کلی آرتیست خفن کار کردی با کلی اینفلوئنسر با کل... یعنی با هر آدم خفنی تو هر شغلی تو کار کردی اصلا کار کردم با این سبک آدمو چه حسی داره تو چه چیزی تونستی یاد بگیری ازشون uh, ببین خب یه سری سلیقه های خاص دارن یه سری خواسته هایی دارن که آدم خب کلا به چالش میکشه میدونی ولی برای یاد گرفتن چی میتونم بگم راستش نه همین منظرم خیلی نکته جالب بود که یه آه. چیزی میخوان که آدم به چالش آه. آدم چالش میکشه. آره چه آدم های بگم... معمولی خیلی چیز عجیبی از آدم نکنم آره فاهم. ولی اینکه بگم مثلا خودم دنبالش بودم که برم مثلا با فلان آرتیست کار کنم و اینا نه بیشتر اینجوری نبوده شده شرایطش پیش اصلاً اومده مثلا بیشتر برعکس بوده چون تو انقدر خفنی که همه دوست دارن خب باهات کار کنن داری. ولی مثلا اینجوری بوده که خب مثلا فلانی به فلانی معرفی کرد مثلا نمونه کار من رو مثلا فلان آدم معروف تو پیج فلانی دیده مثلا اومده فالو کرده خوشش اومده از من سفارش گرفته چون سفارش داده داره به و اینا آه. به خاطر این اینجوری بوده ولی کلا کار کردن باهاشون یکم آدمو با به چالش میکشه دیگه واسه آدم شیرینه جدی آره دقیقا به همون چالش شیرینش میکنه واسه آدم بعد اینکه ملینا تو کار تو خب خیلی استرس زیاده به خاطر اینکه اون که شما میسازیش ولی اینکه تا برسه به دست اون کسی که میخواد تا اینکه همه چی اوکی باشه خوب پیش بره و اتفاق نیفته خیلی میدونم پروسه پر استرسیه بس. تو کلا استرسات چجوری تو زندگیت مدیریت میکنی کلا چجوری پارو ترسات میذاری حالا اون ترسه مثل مهاجرت مثل اینکه یهو ها... کار تو کردی گفتی برم درس بخونم بعد درسی که داشتی میخوندی یهو اصلا اومدی کار دیگه رو شروع کردی و یعنی تو قشنگ از رو چلنج هایی که تو زندگی بوده خیلی خوب گذشتی و الان هر روز داری موفق تر میشی. مرسی ولی خب توی استرس کنترل استرس ها اصلا خوب نیستم واقعا میگی اصلا خوب نیستم برخلاف اون چیزی که خب شاید خیلی فکر کنن که چون کارات همه خروجی ها خوبه آفرین تو, بابا تو ای همیشه استرس داری فلان اول که همیشه استرس دارم این کلا استرس نگاه با من زندگی میکنه همیشه در کنار بغلم ولی در کل اصلا خوب نیستم توی مدیریت کردنش و واقعا الان یعنی تازگی ها دارم سعی میکنم که بتونم یکم بهترش کنم یعنی بتونم روش کار کنم بتونم یکم بقیه رو اذیت نکنم چون واقعا نه تنها خودم اذیت میشم سینا فکر کنم بنده خدا <تصف> <تصف> <الا> همه موهاش سفید شده فکر کنم <تصف> <بس. تصف> دقیقا نزدیکترین کسی است که به من و واقعا خیلی مورد ترکش قرار میگیره <تصف> آخه پس بعد با سینا اینجا بشیم سوابق بریم اون چه جوری داره کنترل میکنه دقیقا واقعا میتونم بگم من استرس رو کنترل نمیکنم سینا من <تصفح> جدی تو استرس رو کنترل میکنه چون که واقعا خروجیات خوبه یعنی من فکر کنم ارادی کم شده باشه به وجود بیاد دقیقا. تو کاره اتفاقا میگه به من میگه که خب تو که در نهایت بابا تو که میتونی تو که آخرش در خوب میکنی واسه چی الکی استرس میگیری واسه چی میشین گریه میکنی میگم نه اگه فلان بشه اگه بشه واقعا خیلی این اگه ها همیشه هست منفی و اونا رو باید بریزی دور دیگه آره بریزی تو سطل آشغال و اون مصمت ها رو بیاری جایگزینش بکنی پس میخوای یه خاطره با حالی از این استرس ها و از این اتفاقایی که تا حالا افتادی چیز باحالی تعریف کنی؟ اصلا باحال بچه ها بدونن در چه حدیه این فشار استرسه خب اصلا باحال که نبود ولی خب خاطره بعدی آه. اولا خاطره شیرین به نظرم همین که من واقعا شریک لحظه یعنی همیشه به مشتری هم میگم همین که واقعا من شریک لحظه های شیرینتونم <applause> تو شادیاتون میتونم این کیک ها رو براتون درست کنم واسه من هر کدومش یه خاطره شیرینه ولی خاطره بعد اگر بخوام بگم کلا آدم فراموشکاری ام یعنی سعی میکنم که فراموش کنم قطعا بوده مثلا تو این این اتفاقا واسه هر کاری هست یعنی تو هر کاری هست که صدا آره یه خطا بده و اینا ولی این واسه من خیلی بدتر بود چون که خودم هیچ کنترلی روش نداشتم خودم هیچ جای کار نبودم جای قضیه نبودم واسه همین خیلی ناراحت شدم درست کیکی بود یه سفارش بود که برای تم گتسبای پارتی بود قرار بود یه دنسر از توی حالا اون آم ماکت بیاد بیرون یه ماکتی بود که باید مثل عباده حالا یه خانوم از داخل جا می داشت که اون خانوم میرفت داخلش باید حالا مثلا اون تایمش میومد بیرون مثلا شروع میکرد برقصیدن چه خفن یعنی یه که کیک باز می باز شد آره آدم می اومد بیرون آره میومد بیرون آره دور تا دور این کیک با شامپاین و حالا کپکیک های مخصوص همون تم گتسپایی دیزاین شده بود بعد من اینو از یک ماه پیش به یه آقایی سفارش دادم که کار رو اینا انجام میداد و گفتم که خب دیگه شناخته بودم قبلا البته از یکی تعریفشون رو شنیده بودم خودم قبلا باشون کار نکرده بودم واسه همین دادم اعتماد کردم دادم بهشون و دیگه گفتم که خب انجام بده همه چی ابعاد و اندازه و همه اینا رو دادم و مثلا توی اون یه ماه هم میپرسیدم ازشون همه چی اوکی و اینا میگفتن آره همیشه تحت کنترله داره پیش میره و فلان و اینا و دقیقا مثلا فکر کن اگر امروز ساعت دو کیک باید دست اون ماکت باید دست من میبود ساعت دوازده من باشون تماس گرفتم جواب تلفن منو ندادن نه بابا اون لحظه دیدنی بودی <تصفح> چند بار چند بار تماس گرفتیم باز جواب ندادم بعد یه دفعه تو تاکسی بودیم ما داشتیم میرفتیم سر مراسم چون خودمون هم دعوت بودیم تو اونجا منم قشنگ و رعایت کرده بودم دیزاین و اینا گفتم که خب دیگه خب بریم خوش بگذره چون مطمئن بودم که خوش میگذره مثل سریای پیش بعد یه دفعه خودشون تو تاکسی زنگ زدن گفتن که حاضر نیست و خراب شده درستم نمیشه من انگار آب جوش آب سرد نمیدونم چی بگم انگار نابودم جدی همینقدر رو همینقدر و... راحت گو... و این الان بهش فکر میکنم از استرس و هرست واقعا نمیدونم عصبی میشم از دستش و من فقط ناراحتیم از این بود که چی جوری آدم میتونه انقدر بیمسئولیت باشه نسبت به کاری که بهش سپردی من خودم آدمی که دقیقه نبدی نیستم یعنی مثلا میتونم یه سری کارا انقدر تایم میگیره از من که مثلا میشونم حتی از یک ماه قبل مثلا تریش میکنم دیزاینش میکنم ولی یه آدمی که مثلا اینجوری بهش گفتیم حالا فلانی شما رو معرفی کردی چجوری انقدر میتونی نسبت به کار نمیدونم واقعا واقع. بیمسئولیت که بذاری لحظه آخر به من بگی مگه داریم بعد مگه نیست. همچین کیکی مثلا و این کیق... این ام... ماکت قرار بود رنگ شده به من تحویل داده بشه قرار بود دور تا دورش رنگ طلایی بخوره اون که هیچی اصلا رنگ نه قرار به شما میشوند. یه ماکتی رو بدن که شما حالا بری روی ماکته شروع کنی کار کرد ماکتی آه. بزرگی بود که توش یه خانوم قرار میگرفت یعنی ماکت... ماکت تو خالی بود بعد طبقه طبقه بود بعد این مثل که دستگاهشون طبقه ها رو اشتباه زده بوده و خب مثل پازل باید رو همدیگه میچیده ولی این پازل رو با همدیگه جور در نمی اومد. کاری که کردیم اون لحظه من که خب کلان تسلیم شدم اولین باری بود که تو زندگیم تو کارم تسلیم شدم گفتم که هیچ کاری نمیتونم بکنم هیچ کاری نمیتونم همون فقط شامپاینا رو اون کیک کوچیکا رو میبریم میذاریم رو مراسم دیگه اون دنساره هیچی دیگه من باید خسارت بدم و اینا بعد ولی همسرم گفتش که من تو رو میذارم اونجا خودم میرم بالا سرش و واقعا اگر سینا نبود من اصلا نمیدونم که چی میشد اصلا فکر نمی کنم به اینکه چی میشد ولی میدونم اصلا نمیشد آره. و واقعا خیلی کمک کرد رفت اونجا مثلا من اگه ساعت دو بعد اون کیک اونجا می بود دو ظهر زه. دو بعد اونجا می بود بهش گفتم که تا ساعت 4 می میرسونه هی تایمو بردم آقا گفتم 4 و 5 میرسونه آها به مشتری داشتم آره می گفتم میرسونه در ساعتی که واقعا اینجوری نبود <applause> سینا به من دلداری میداد میگفت ملینا اوکی میشه من وایسادم بالا سرش رفته با دو تا کارگاه دیگه صحبت کنه دستگاهشون بزرگه اینا رو رد کنه اوکی میشه نگران نباش ولی خودش میدونست چه افتضاحیه سینا میدونستش که زودتر از 11 دوازده شب این حاضر نمیشه ولی به من میگفت 4 و 5 که من آروم بشم چون من فقط اونجا یادمه آذر هم بود رفته بودم روم نمیشد اصلا بیام تو صورت مشتری نگاه کنم اصلا آره تو کجا چیکار داشتی میکردی رفته بودم توی یه اتاقی که اونجا فکر کنم وسایل ظرف و اینا میذاشتن نشسته بودم فقط داشتم گریه میکردم جدی میگی اصلا روم نمیشد واقعا داشتم خجالت آب میشدم بعد ناراحتم از این بودم که یعنی کاری نبود که خودم کرده بودم کاری بود که یکی دیگه گن زده بود و واقعا تمام اسم من رفته زیر سوال از این خیلی ناراحت بودم بعد هیچی دیگه ساعت هفته و هشت شب بود دیگه به هی hey, تایمر میکشوندم عقب هی hey, میمادم بهش یه دالی می دادم و میگفتم <تصفح> که چیز میشه میاد حالا میاد بعد گفت دیگه آخرین تایم کی میاد بعد مثلا مشتریه اصلا... چی میگفته شون هم اعتماد میکرده دیگه اه... آره؟ خیلی خیلی, خیلی خانم گولیان و واقعا همیشه به من لطف دارن اعتماد دارن و باز با اون حال تو اون شرایط به من گفتش که اشکال نداره اصلا نیادم اشکال نداره من میدونم که مشکل تو نبوده ولی خب من اون حالت نارا ناراحتی رو تو چهرهش میتونستم بفهمم و اون واسه من بعد گفتم مگه میشه همچین چیزی ولی گفتم که من دیر تایمی که میتونم اینو اینجا برسونم چه گفت ببین مراسم یازده تموم میشه دیگه اگه نیمت نعمت تو کام ساعت 9 و 10 شب و 9 و 10 بود یه مش لاشه استرافور اینجوری با کامیون همین با وان ریخته شد وسط حیاط اونجا آقای اومد همه هم سفید یعنی قرار همه تلایی بشه همه هم سفید فقط ریخته بود اونجا ما باید من من که اصلا مغزم رد داده بود آره نمی این میکنم. کدوم طبقه است اون کدوم و خودش و بود سی آقای پیری هم بودن خودش وایساده سیگار میکشید یعنی هیچ کاری نمی‌کرد همینجوری خون سرد. خیلی خون سرد فقط اون لحظه از خون سردی زیادش بود که اونقدر نسبت به کارش مسئولیت بگیره واقعا و اون لحظه من با کفش پاشنه بلند سینا با رو رسیدیم اینا داشتیم رنگ می‌زدیم دا فقط رنگ زدیم اینا رنگش البته اینایی بود که زود خشک می‌شد ولی در کل میگم یعنی من دقیقه 90 رسوندمش من که نه سینا دمش دقیقه 90 یعنی و... همون رنگ کردیم اونا رو هم چیدیم رو هم دیگه ما که اینا در نهایت خب خیلی کار خوب پیش رفت آره. اوکی بود ولی خب خیلی بد شد یعنی اون سر که تو دوست داشتیم مثلا آره. نبوده ولی بازم بابا دمتون گرم و این یکی از تلخ ترین و بدترین خاطرایی شد که من از خودم هم بیشتر ناراحت شدم گفتم که من نباید اعتماد میکردم من باید میرفتم و وسط کار بهش سر میزدم زدم آره. بهش پیام میدادم کافی نبود من باید میرفتم این کارو میکردم و از این قضیه خودم یه درسی شد که یاد بگیرم که دفعه دیگه این کارو نکنم تجربه خیلی بعد حالا در نهایت اوکی بود مثلا راضی بودن و خودم آره. خودمون خوش گذشت واقعا توی مراسم سرگرمی های دیگه و انقدر مراسم خاصی بود که واقعا درست به چشم می اومد کیک کیک خاص بود همه هم ازش فیلم و عکس و اینا گرفتن ولی در نهایت خیلی خوب شد یعنی اون چیزی که اصلا فکر می‌کردم نمیشه در قواله اون واقعا خیلی خوب شد ایول آره دیگه وقتی همچین داستانی اینجوری خوب پیش رفته دیگه تو دیگه استرس چی داری همیشه دل. میگه استرس داری همیشه دارم یه دونه کار این چند وقت پیشا زده بود یه مجسم مجسمه ای بودش یه صورت بودش و یه بدن, بدن بودش اصلا بله. اون اصلا دیگه کیک نبود یه اثر هنری بود قشنگ یعنی مجسمه بود یعنی من اگه نمیشناختم تو رو میگفتم نه این خوب یه مجسمه است اصلا باورم نمیشد کیک حالا بچه ها پیشنهاد میکنم برین تو اینستا ملینا ببینید واقعا یه اثر هنری خلق مبنیم. کرده مجرد. اونو چه جوری ساختی اصلا پروسش چه جوری بود یعنی من اصلا جالب بدونم مگه میشه کیک اونجوری اصلا شکل بگیره اونجوری وایسه <laughs> مثلا آره اون شکلی بشه خب، شدنش که میشه و اینکه ولی خب باید علم اون استرکچر سازی و اینا رو همه رو باید داشته باشی که من قبلا نداشتم راستش یعنی واقعا اون تایم اولی که مهاجرت کرده بودیم خیلی کیک های معمولی ساده تری بود و خب اونا انگار و جلا نمیداد یه جوری بود که خب کی دیگه دلم یه کار خاص‌تر میخواست دلم یه کار خفن‌تر میخواست و تا زمانی که تو اون کار رو اجرا نکنی و تو پیجت حالا یا تو رزومه کاریت نیاری کسی نمیاد اون رو به تو سفارش بده تو حالا هر قدم نمونه از پینترس فردا بیا بگو آقا من اینو میتونم اجرا کنم تو باید کار خودت رو بیای اجرا کنی اون چیزی که میتونی رو که حالا بشه این نمونه کار واسه که بخواد مشتری بگیری من یادم اولین بار اون نیمه صورت یه از سینه تا نیمه صورت فکش و اینا رو برای تولد خودم درست کردم چون خب کسی نبود که نمونه کار رو ببینه بگه من اینو میخوام که نه نزده بودم واسه ده کسی ده. گفتم که بذار این کارا رو هم بزنم مشتری ببینه بدونه که مثلا میتونم این کارو بزنم دوست دارم علاقه دارم بیاد اونایی که مشتری این سب کارا هستن بیان سفارش بدن این شد که اولین استارت یعنی رو خودت سرمایه گذاری کردی در آره. واقع آره با اینکه تا حالا نزده بودم و اصلا تا حالا یاد نگرفته بودم چه شکلیه اصلا تا حالا آموزشش رو ندیده بودم ولی گفتم که بذار برم تولدم دیگه واسه تولدم اگه شد عکسشو میگیرم خوشگل میشه میذارم بمونه اگر نشد که هیچ دیگه حالا عکسام نمیذارم انگار که نه انگار چون اولین بار میخواستم یه سوره کار جدید بزنم و شروع کردم روی همون کار انجام دادم واسه تولدم که مثلا بیام عکاسی خوشگلم کردم گذاشتم خیلی خوشش اومد که ما اینو میخوام این همین میخوام بعد ولی من اون موقع که این کار رو زدم بدون استرکچر بود و خب مشخصه واسه کسی که حالا بلد باشه که این کار استرکچر نداره واسه همین یه کوچولی ایبایی داره خب یعنی من الان اون کار رو میبینم میبینم که خب ایراد داشته چون استرکچر نداشته من نمیدونستم که این کیک ها استرکچر میخواد همینجوری کیک چیدم رفت بالا شد آره. و بعدا دیدم که باید برای اینکه بتونم کارهای خاصتر بزنم برای اینکه بخوام به یه کار معلق بزنم رو هوا مثلا فقط یه پا وایستاده و اینا باید برم یاد بگیرم که چیجوری اینا این شکلی وای میسته رو هوا که مثلا خود دو سواله که رفتم توی کلاس شرکت کردم ایران رفتم کلاس دو روز سه روز هم بود ورکشپش اگه اشتباه نکنم که یاد گرفتم که استرکچر سازی به چه صورتی که حالا یه حالت اگر سوال باشه واسه خیلی هم میگم که یه مثل یه ساختمون که شما یه فلز میگن چی میگن؟ آره یه پی میریزن بعد آره, پی... آره. یه اسکلتی میسازی واسه یه ساختمون اونم همونه واسه اینکه بخوای حالا یه بدن انسان استخون داره دقیقا واسه اونم باید یه سری میله هایی کار بشه از داخل و یه سری پلکسی و طبقاتی کار بشه که اون وزن کیکو تو هر پوزیشنی که هستش بخوای بهش بدی بتونه تحمل کنم و این شد که من دلم خواست برم یاد بگیرم این استرکتوریزم که کیک های خواستر بزنم آره و خیلی, خیلی هم, خوب, خوب شده یعنی الان هم داریم میبینیم نمونهش رو که خیلی خفن شد ملینا واسه بچه هایی که میدونم حتما خیلی ازت میپرسن دیگه که ما چجوری وارد این کار بشیم چجوری هرفیتر بشیم اصلا دیدی که همیشه پر از ساله اینجوری که ما چجوری شروع کنیم یعنی مردم متاسفانه همش دارن میپرسن که ما چجوری شروع کنیم میشه هیچ اقدام عملی نمی کنیم حالا تو بخوای از راهنماییشون بکنی که کسی که کاری که تو انجام میدی و دوست داره میخواد استارت بزن به نظر در کجا شروع کنه اصلا چی کارا بکنه ببین من تو ایران که بودم میگم اولش واسه فامیل و این ور مجانی که درست میکردم که فقط درست کنم چون اولش دیده بودم خب این استعدادو دارم دوستاشم بهش به در از طرفش به درآمد برسم از بابتش به درآمد برسم واسه همین این شد که مثلا خواستم که مفتی حالا کیک درست کنم به بقیه بدم که حالا هم نمونه کار بشه واسه هم همین که واسه هم جذاب بود دیگه دوست داشتم تلاش کنم اگر حتی اگه خرابم میکنم بهترشو شد دفعه بعدی درست کنم یعنی اینکه بیخیالش نشم اینکه بگی که الان نه من دیگه مال این کار نیستم اگه دوست من میدیدم خب دوست دارم این کارو حالا خراب شد اب نداره این دفعه خراب شد دفعه دیگه هم سعی میکردم ارادتشو رو برطرف کنم درستش کنم میدونی این شد که م... چه باحال یعنی ناامید نمیشد اگه خراب میکرد میدونستی که این یه تجربه یه دیگه آره خیلی, هم خراب خیلی خراب میشد خیلی خراب میشد واقعا من یه سری تولد داداشم کیک درست کردم و اصلا یه جوری بود که من این کیک رو ریختم توی کاسه از این کاسه گردا اینجوری کیک رو اینجوری ریختم تو اون یه دونه زیرش هم سلفون انداختم و اینجوری برگردم یه کوه شد نه. بعد روش رو قشن برای افتضاحی شد فقط اینا به همه چجید. مواد دو اینا همه قاطی شده بود اصلا هیسی چنده اقام من همیشه کار خفن از دیده مستم تو اون رو تصور کنم که میگی افتضاح بعد این اتفاق بلی گیواف نکردی تسلیم نشدی نه. نه. نه نه چون دوست داشتم خیلی دوستش داشتم واقعا این کارو بعد رفتیم یعنی همین میگفتن که خب تو که قبلا دو روز پیش یکی که خیلی بهتر درست کرده، این چرا اینجوری کنم نمیدونم چرا اشتباه شد دفعه دیگه بعد مثلا ببینم چیش بوده کش میدونی با اینکه مثلا شاید دو روز قبلش یکی که بهتر درست کرده بودم این سری خراب کردم یه چیزش اشتباه بوده ولی سعی کردم درستش کنم واسه اینکه مهاجرت هم کردیم که اومدیم اینجا من اینکه بخوام بگم مشتری نداشتم دیگه همین اتفاق دقیقا تو ایران افتاد سعی کردم که همین نمونه کارا رو بزنم یعنی اینکه میگی که الان کی دوست داره هر کسی که دوست داره چی جوری ادامه بده شاید اگه شرایط منو داشت مثلا مهاجرت میکرد و میومد اینجا میدید هیچ مشتری نمید... نداره بی خیال میشد کلا میذاش کنار این کارو ولی من خب این کارو نکردم اومدم گفتم که خب بذار بزا دور اطرافیانم برم دوباره همون هنر نمایی رو بکنم آره. و اینجا برادر همسرم بودن خیلی کمک کردم به من از دوستای شرکتشون از دوستای خودشون دور و بری همسایه هاشون و اینا سعی میکرد خودش به من مثلا میگفتش که من رفتم به فلانی گفتم تولدشه میتونی واساش کیک درست کنی من میرفتم واسهش کیک درست میکردم بعد برادر همسرم مثلا به من خیلی این... از این نظر رو کمک میکرد و کیک های من رو حتی توی سوشال مدیا توی اینستاگرام اون اول مثلا بلد نبودم که چی کار کنم چیز میکرد میومد یاد میداد میگفت هشتک بذار این کار کن این کار رو بکن که دیده بشی مثلا کارات دیده بشه این شد که مثلا منم توی بعد از مهاجرتم کیکام دیده شد و تونستم به فروش برسم یعنی اگر اون شرایطی که مهاجرت واسه من درست کرد باعث میشد بی خیال بشم گیواب کنم قطعا خیلی زود تر از کن. کنار گذاشته بودم اصلا چیز نمیکنم ولی علاقه داشتم یعنی اون سوالی که پرسیدی میگی که چی کار کنم واسه کسایی که میگی یکی اینکه علاقه حتما خیلی باید باشه واقعا اگر نباشه کلا نمیشه که بهش آره. واقعا دقیقا و اینکه م... پشت کار و یک اتو... تجربه تلخ هم گفتم این آقای اصلا مسئولیت پذیر نبود <applause> یعنی اگر آدم مسئولیت پذیری نیستن کلا بی خیال هر کاری بشن به نظر من توی کاری که آدم پا میذاره باید مسئولیت پذیر باشه یعنی بدونه که آقا مشتری الان ازش کار میخواد هر کاری یا نمیگم فقط که نینا نمیفهمه که آقا الان نمیدونم تو مریض شدی نمیدونم مسافرت بودی اینجوری بودی اونجوری بودی حالا دستگاه اون یارو اونجوری شده میدونم دیگه یه سری عوامل خارجی باشه اون بحثش جداست ولی در مورد خود شخص اون مسئولیت رو باید داشته باشی که واقعا بتونی توی این کار پیش تو هر کاری پیشرفت کنی و برسونی به جایگاهی که میخوای و یه چیزی که خیلی خفن بود گفتی اینکه که تو مثل بقیه نیومدی مثلا پول رو انتخاب کنی اون اول مهاجرت رفتی دوباره در نهایت اون عشق تو انتخاب کردی اون کاری که بهش علاقه داشتی عشق داشتی بهش رفتی رو اون تایم گذاشتی حالا شاید اون اولش پولی در نیاورد یه ذره سخت بوده ولی بعدش دیگه الان <سؤال> نه عالی شده دیگر. من اوایل مهاجرتم اول اصلا به فکر کیک نیومدم اینجا جدی؟ اول اومدم به فکر کار رنگومش <سؤال> چون مدرکشو داشتم رفتم حتی مدرک رنگومش هم ترجمه کردم که قشنگ با دست پر بیام آره. و از قبل میدونستم که میخوام برم پیش امراه توی دمس <سؤال> 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 آره. 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 دوست داشتم چون تو ایران خیلی معروف بود میگفتن که امراه فلان من اصلا میگفتم من میخوام برم اونجا و اونجا صندلی اجاره کنم و رفتمم یه مدتم اونجا بودم ولی اونو دیگه کردم چون که واقعا دیدم تمام تایم منو میگیره از ساعت 8 صبح تا 9 شب حتی شاید یه وقتایی بیشتر تا زمانی که مشتری تو سالن باشه باید اونجا میبودم و اینکه مثلا اولش به من نگفتم بیا صندلی مثلا هیچ جا اینجوری نیست من فکر می‌کردم میرم اونجا میتونم خیلی راحت صندلی اجاره کنم این اجازه رو ندادن گفتن که باید بیا یه مدت اینجا وایسی کنار ما کار کنی ببینیم میگم تو ثابت کنم آره. ببینیم به چه صورت مشتری داری نداری بعد که من دیدم که خب قطعا من مشتری ایرانم که اینجا نمیان مشتری جدید میخوان که نیست و این شد که من اومدم دوباره توی خونه و گفتم که کار کیکمو بزن انجامش بدم. ملینا تو کلیدها کلید یا کلیدهای موفقیت خودتو از نظر خودت چی میدونی؟ اولا که مرسی به من میگی موفق واقعا <laughs> <موشکرم>. موفق <laughs> شما استادی متشکرم ممنون و اینکه در مورد موفقیت ببین من راستش نظرم اینه که کلا آدما خیلی فراموش کارن یعنی یعنی من خودم اینجوری هم حالا آدم ها هم مطمئنم خیلی هاشون با خیلی هاشون که صحبت کردم و میبینمشون اینجوری هم که شاید سه سال پیش چهار سال پیششون آرزوشون این بود که الان مثلا تو اون جایگاه باشن و وقتی هستن مثلا اینجوری هم که خب چیزی نیست که من خودم این شکلی هم. ده ده. شاید مثلا پنج سال پیش وقتی اومده بودیم اینجا با من اصلا جوری بود چرید که دونه دونه میرفتیم خرید می کردم مثلا اگه میخواستم یه سفارش گرفته بودم میرفتم یه دونه جعبه میخریدیم. یه دونه مثلا حالا شکلات میخریدیم دونه دونه این دونه دونه خریدن هر سری برو مثلا تا فلانجا مسافت رو طی کن برو فلان خرید و بکن یه دونه بخر وردار بیار که مثلا اون سفارش رو بندازی این خیلی واسه ما سخت بود خیلی و اه اه به نظر من این که من آدم فراموشکاری هم هم خوبه هم بده مثلا اگر که چهار سال پیش من دوست داشتم آرزو داشتم که اینجا باشم الان میگم چیزی نیستش که بابا الان کجا رسیدی میدونی واسه همین موفقیت و من از الان خودم اونجوری موفق نمیدونم که مثلا بگم که کلید موفقیت من اینه ولی در کل این اعتقادم دارم که اگر تو این زمونه هر کسی چهار قدم از اون جایی دو قدم از اون جایی که هستش بره جلوتر داره واسه زندگیش تلاش میکنه و خب آدم موفقی به حساب میاد یعنی این نیستش که بگی حتما آدم دکتریه نمیدونم پروفسور که مثلا موفقه آه. اما در حال حاضر من اون موفقیت رو فعلا شاید مثلا اگه چهار سال دیگه به اون جایگاهی که الان دلم میخواد هدفی که الان دارم برسم باز ندونم چون اینجوری هم که میگم که چیزی نیست چیزی یه چیز 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 عوض میشه انتظارات تغییر میکنه کلا طرز فکرم عوض میشه من این شکلی هم. همه همین واسه همین ولی حالا اسمشو که میگم بذاریم حالا موفقیت یا نذاریم ولی اون به اون هدفی که شاید چهار سال پیش داشتم الان رسیدم بخوام بگم که کلیدش چی بوده میتونم بگم شاید همین پشتکار بوده شاید همین گیواب نکردن بوده شاید همین شب بیداریایی بوده و سختیایی بوده که واقعا خیلی ها فکر میکنن مثلا میگن که او کیک دیگه حالا چیزی نیستش که ولی آه. واقعا واقعا قطعا همکارای خودم هم میدونن که خیلی سخته خودشو داره جدا از اینکه حالا شما اون کیک رو در مراحل پختش و انجام دادنش و اینا اون استرس ها رو میکشی موقع ارسالش هم که همون اتفاقای تلخی که نیفته و بیفته و اینا هستش یعنی میگم اینا همه همراه با استرس و اصلا راحت نیست یعنی تو باید تمام یه تو هر کاری البته یه ذره تنت باشه و بری جلو میدونی اینکه بگی که بابا من نمیتونم تحمل کنم الان مثلا مشتری برگرده به من بگه من راضی نبودم میدونی خب باید ببری بالا توقعی تو باید ببری بالا نسبت به اینکه آقا امکان داره این حرفا رو هم بشنوه دقیقاً توقع نه چی بهش میگن انتظارش باید داشته باشی انتظارش باید داشته, آره. باید داشته باشی که فیدبک منفی هم بگیری یعنی همه چی وقتی خیلی خفن و خوب نیست خیلی وقتا شاید اصلا مشتری خوشش نیاد از اون کاری که بهش دادی و بیاد بهت بگه که آقا من حال نکردم با این کار اینجوری نباشی که بگی که نه پس من دیگه به درد این کار نمیخورم بذارمش کنار فلان بیسان میدونی اینا هست توی هر کاری هستش قطعا و مهم اینه که بتونی مسئولیت پذیر باشی پشکار داشته باشی و ادامه بدی واقعا توی کاری که هستی آره واقعاً قبول دارم کاملا چون چند سال ازدواج کردی؟ چند سال شرستی ازدواج کردی؟ ما نه سال با هم, با هم هستیم آره نه سال با هم هستیم ولی پنج سال میشه که دقیقا الان پونزه همه مرداد پونزه همه مهر <applause> پونزه همه مهر ما مهاجرت کردیم اومدیم استانبول ما دقیقا میشه گفت آره پنج سال پیش ازدواج چون ما آره وقتی ازدواج کردیم عروسی گرفتیم دیگه خو ایران نموندیم اومدیم همونو مهاجرت آره کردیم همونو مهاجرت کردیم یعنی خونه ای و اینا وسیله اینا توی ایران نداشتیم همونو مهاجرت کردیم اومدیم بعد همین 5 سال پیش ما ازدواج کردیم 5 سال در واقع آره خیلی هم دیگه یکم دیگه 15 مهره. کلا دیدگاهت به عشق چیه به نظر ازدواج چه تو زندگی داشته در مورد عشق ببین من میگم که وقتی میخوای با یه نفر آشنا بشی باید ببینی اون یه نفر چقدر از نظر طرز فکری با تو شبیهه چقدر هم مسیرته چقدر اون قله های موفقیت و اون خواسته ها اون هدفایی که دارید به همدیگه شبیه اگر که مثلا تو خواستت اینه که مثلا بری به فلان چیز برسی آیا اونم همین نظر رو داره یا دلش میخواد مثلا بره به عشق حالش برسه بره پارتی کنه بره میدونی این نظرم من اینه که وقتی آدم بخواد با یه نفر آشنا بشه در وهله اول درستش اینه که آدم درستش رو پیدا کنه که اون خودش بعدش به مور زمان یه عشق درست میکنه دیگه یعنی میگم اولش که با عشق هست ولی اون عشقه رو عمیقتر میکنه واقعا سینا برای من همیشه یه ساپورتر بوده درسته, آره، همی ساپورتر آره درسته بوده همیشه ساپورت هم میکرده و واقعا یادم یه بار به من گفتش که یعنی من این کار کیک رو میکردم اینجا ولی خب خیلی مثلا باز خیلی اونقدر شا... چیز نبود صدا نکرده بود خیلی شناخته نشده بود و اینا یادم به من گفتش که ببین ملینا داشتیم صحبت می‌کردیم نمیدونم یادم نه دقیقاً راجب چی داشتیم صحبت می‌کردیم ولی لابلای صحبت برگرد به من گفتش که من دوست دارم که تو رو به اسم خانم مرادزاده بشناسن نمیخوام بگن خانم آقای نجفلو و خب این خیلی اون لحظه برای من هم خیلی دلنشین بود هم خیلی جرقه بود واسه من که یعنی به من میگفت من دوست ندارم جایی بریم بگن که خانم آقای نجفلو اساسا دوست دارم خودتو به شخصیت خودت جدا مستقل به اون بشناسن چه خفه و این واسه من واقعا یه عشق خفن بود میدونی دقیقا فکر کنم یه ماه بعدش یه ایونتی دعوت شدیم که کیکش هم خودم درست کردم که هم منو دعوت کردن هم سینا رو و اونجا که بودیم خب مثلا همه با من که سلام میکردم گفتن همسر ملنا هست جدی پس برعکس شد بعد برگشت به من گفتش که لا مستم نزوشی بذاری به سال بکشه نزوشتی بذاری من حرف از دهنم در بیاد آره. این خیلی واسه جذاب بود که واقعا تو همه مسیر هر جا حالا چه تو مهاجرت چه قبلش تو کار تو هر مسیری یه نفر باشه که یعنی اون همراه تو باید جوری باشه که تو رو به مسیر موفقیتت نزدیک کنه همراهت باشه و کمکت کنه نه اینکه بخواد سنگ بندازه جلو این من تعریفم از عشق اینه واقعا دقیقا درست هم درست به نظرم, نظرم آره. اینه که با هم رشد کنیم و واقعا این از همه شیرین تره دقیقا یعنی دو نفر با هم تیم بشن توی زندگی و هی همدیگر رو پوش کنن حالا تو کارشون تو زندگیشون تو همیشه همو پوش کنن و همون چیزی که دومی سنگ نندازن نخوان جلوی طرفشون رو بگیرن دقیقا. چون بعضی حالا مردا هستن دیدی که دوست دارن که زنشون بهشون وابسته باشه بعضی از هم هستن که اونا هم مثلا خودشون دوست دارن هیچ حرکتی تو زندگیشون بکنن ولی در نهایت نه اتفاق خوبی نمیافته اینجوری به نظر مثلا زندگی خیلی جذاب نمی از نظر من اینجوریه ولی اینکه مثلا تو جدا تو کار خودت پیشرفت کنی اون جدا تو کار خودش باشه بعد دو تایی به هم دیگه کمک کنین حال کنی از پیشرفتش مثلا بگین شوهر منو مثلا اونم بگین خانم منو این خیلی واسه ها. واقعا قلبا واسه من خیلی دل نشیره دقیقا آره به دیگه جذابترین حالت ممکنه واقعا و خودش رو تا الان به حد خیلی زیادیش رسیدین اما همونطوری که خودت میگه آدم به هر جا میرسه دوباره بالاتر میشه. نیست. نیست. خیلی تغییر کنه دقیقا عزیز. و اینکه خیلی خوبه ماها بنویسیم که مثلا میگم ما امروز بشینیم بنویسیم که چه به لحاظ مادی چه معنوی چه چیزایی داریم بعد مثلا شش ماه دیگه سال دیگه بیایم چکش من کانیم. می کنیم مینویسی خب خیلی می خوبه, خوبه. آره فکر کنم هم همونه که باعث میشه اصلا یادت نره که آدم از کجا شروع کرده بعد الان میبینه کلی انرژی میگیره کلی اعتماد به نفس دوباره میگیره این خیلی ببین من, من مینویسم ولی خب کلاً هم آدم فراموشکاری ام من اون خواسته هایی که میخوام می و خب چند سال یه بار مثلا حالا سال یه بار میرم که به سر میزنم میگم ای واقعا شده ولی تو آره. حین اون سال قبلی ها رو یادم میره میدونی <applause> چی میگم آره. <applause> اینجوری میشه که مثلا سینا به من میگه مثلا یه جا نشستیم داریم مثلا دو تایی داریم گپ میزنیم اون میگه میلا یادته مثلا اولا که اومده بودیم چقدر فلان چیز با سمون آرزو بود چقدر دوست داشتیم مثلا فلان کار رو بکنیم که الان مثلا مینی چقدر راحت الان مثلا آره. انگار نه انگار این خیلی با من واقعا حس خوبی داره بعدم آدم نگاه میکنه چرا واقعا انقدر ناشکره این شکرگذاریه اگر باشه واقعا خیلی خوبه واقعا تو خودت داری یعنی انجام میدی خودت شکرگذاری تو شکرگذاریم و من یه اصطلاحی دارم به سینا میگم که تو ذکر شکر منی جدی میگی یعنی همیشه بهش میگم و میخنده میگی یعنی چی تو ذکر شکر منی بهش میگم آخه من شبا که میخوابم بابت همه چی شکر میکنم ولی بابت تو یه جور دیگه شکر میکنم که هستی به خاطر اینکه اصلا اینقدر تو زبونمی اولاش اون لحظه که میخوام حالا شکر بگم آره. و اینا که شده واسه من یه ذکر واقعا همش خبا. شکر میکنم به خاطر من به خاطر نه واقعا کلا همیشه میگم آره. یکی از اصلی ترینش هم وجود سیناست دقیقا اصلا خیلی مهم شو گذره خیلی مهمه چون اون انرژی مثبتتر آدم تو زندگی خودش پرورش حال میده آدم حالا آدم خوب میشه بعد به خودش میده که او به من چقدر چیزای خوب تو زندگیم دارم که حواسم شاید یه وقتای بهشون نباشه واقعا بلی... زندگی همینه دیگه میدونی آدم با اینکه یادش میره الان مثلا میرسه به این نقطه بعد مثلا اون یکی رو میخواد اون بهتره رو میخواد ولی هی بخواد درگیر این باشه که بهتره بهتره اون لح... فرصت لحظه زندگی کردنش من خودم اینجوری بودم الان باز خیلی بهتر شدم فرصت اون لحظه زندگی کردنه رو از دست میده که واقعا شاید اصلا دیگه نتونه شاید اصلا فردا ای نباشه میدونی باید. واسه همین اون فرصت لحظه زندگی کردن شکگذاری اون لحظه زندگی کردن خیلی مهمه و باید باشه واقعا هر از باید به خودش یه تلنگور بزنی که بابا همین هم خدا رو شکر ما یه روزی آرزوم بود فلان اتفاق میدونی؟ دقیقا یعنی از لحظه ما باید لذت ببریم دیگه مهمترین چیزیه. یعنی میگن خدا ببینه از لحظت لذت میبری میاد لحظه های آینده هم میسازه ملینو مرسی که اومدی واقعا با افتخار بود برام میشاله همیشه همینجوری پیشرفت کنی هی پله های بالاتر و بالاتر ما هم ببینیم کیف کنیم من تو الان گفتی پنج ساله اومدی من چهار سال اومدم تو این چهار سالی که شما رو دیدم خیلی مشاله پیشرفت داشتی و مرسی خودت هم همینطور مرسی خودت که از خفنترینه من همیشه ممنونم. به واقعا چه از مشتریان باشه چه دوستان باشه همیشه معرفی میکنم یکی از کسایی بودی که واقعا همیشه با خیال راحت معرفی کردن دوست داری شما ممنونم بر... مرسی از بر... بر... مرسی, بر... مرسی از تو بچه مرسی که این اپیزودو دیدین امیدوارم لذت برده باشین تا اپیزود بعدی اینم شما